یلدا علایی و مشتبه ملکی زوج تولید کننده محتوا یا آموزشی در شبکه‌های اجتماعی هستند که موفق شدند با ایجاد فضای حرفه‌ای و صمیمانه چند صد هزار دنبال کننده خود را مشتاق کتاب خواندن و یادگیری بهتر و بیشتر کنند. این زوج ایرانی که دو سال پیش به ترکیه مهاجرت کردند، در گفتگو با حجت توکلی از تجربه مهاجرت و نوروز در سال کرونا میگوید. کالسکه بهار، دید و بازدید نوروزی تلویزیون صدای آمریکا با اونا که همه سال گذشته سخت کار کردند، اونا که در سال کرونا شعر خوندن، خندیدن، رقصیدن، اونا که شیرینی های عید نوروز پختن، اونا که از بهار و امید گفتن. اسم من مشتبه است. من یلدام و اینجا استانبوله. It was a beautiful morning. I feel so good whenever I am out this early in the morning. I feel like I have more time to see things, to hear voices and sounds around me, to think and to learn. ما 5 ساله که کنار هم کار میکنیم، یه پلتفرم جامعه زبان آموزی داریم و کارمونم 5 ساله که کار آنلاینه. از 2 سال پیش مهاجرت کردیم به استانبول، شهری که طبیعتشو دوست داریم و داریم به صورت دورکاری کار میکنیم. خوب یه کار آنلاین اصلا همینه. راجب صفحه شخصی من بزرگترین تأثیری که برای خودم داشته سال پیش واقعا این بوده که کتابخونی جمعیمون توش پررنگ تر شده. نمیتونم بگم من تأثیر باشم روی مخاطبم، به نظرم این تأثیر خیلی دو طرفه بوده، خیلی نامردی اگه من بخوام بگم من تأثیر باشم روی مخاطبم. مخاطبم خیلی روی من تأثیر گذاشته و این همراهی اونا بوده واقعا، که همراهی همه اون آدمایی که باعث شدن که چراغ این کتابخونی روشن بمونه و همراهی اونا بوده که باعث شده که هر کتابی که انتخاب میکنیم پرفروش بشه و به هر حال کمکی به نشرها و چاپ کتاب بشه. فکر میکنم این یکی از خوبترین اتفاقات صفحه شخصی من توی اینستاگرام برای منه. من 1 هفته پیش فکر میکنم بهتون قول دادم که در مورد فلسفه تنهایی صحبت کنم، چون خیلی خیلی کتاب خوبی بود و خیلی به هم چسبید خوندنش، و روزی که شروع کردم حس کردم که اینو خب تا شب تموم میکنم دیگه، چیزی نیست که فکر میکنم 170 صفحه است غیر از یادداشت‌های آخرش، 170 صفحه است. گفتم راحت میشه خوندش، همونطور که میبینید خیلی کمه حجمش، ولی انقدر کتاب مهمی بود که به نظرم اصلا باید آدم آهسته بخونه. به خاطر همین طولش دادم برای خوندنش و دفعه اولم که تمومش کردم رفتم بعد یه بار دیگه خوندمش و برای شماها یادداشت برداری کردم که در موردش صحبت کنم. یه چیز دیگه که اینجا میگه که جالب بود، میگه که همونطور که بهتون گفتم میاد کشورها رو بررسی میکنه، در مورد اینکه کشورهایی که آدما توش به هم اعتماد دارن احساس تنهایی توشون کمتره، اما همین وسط یه استثنا وجود داره و اون کشور ژاپنه. خیلی برام جالب بود این قضیه،
چون همسر من مشتبه خیلی عاشق انیمای ژاپنیه، کلن فرهنگ ژاپن تو خونه ما خیلی وجود داره و من دوست داشتم چون کلن زندگی نامه خوندن برام خیلی جذابه و به نظرم خیلی هم متنش روانه. ترجمه شهلا طهماسپی، این انتشارات نیلوفر، ترجمهش هم اوکی بودم. پارسال سال عجیبی بود برای همه، به صورت مشترک همه داشتن یه چیزی رو حس میکردن که خیلی جدید و عجیب بود. آره، حالا واقعا دردناک بودن اتفاقی که توی دنیا افتاد و که نمیشه کتمان کرد، ولی فکر میکنم که خیلی به هممون نشون داد که آدم ها برای بقاشون میجنگن و خودشون رو با هر شرایطی تطبیق میدن برای اینکه به هر حال ادامه بدن هر جوری که شده. سال 2020، یک سال عجیب در زندگی ما، شاید باید گفت عجیب ترین سال. دقیقاً 5 ماه بعد از ورودمون به اینجا اتفاق افتاد، کرونا. در حال شناختن شهر بودیم، شروع کرده بودیم به پیدا کردن دوست جدید، پیدا کردن خودمون در نقشه ذهنی که به تازگی گسترده تر شده بود. و بعد یک هو قرنطینه. صادقانه بگم اولش یه جورایی هیجان انگیز بود. اونایی که میتونستن توی خونه بمونن موندن، مثل ما که سالها بود خونه هم پناهگاهمون بود هم محل کارمون. اینستاگرام جایی شد برای به اشتراک گذاشتن شادیهای تازه کشف شده در قرنطینه، یک لجبازی آمدانه جلوی مرگ و بیماری. راه‌های سرگرم کننده ماندن در خانه هر روز در کپشن‌ها نوشته شدند و همینطور غم‌نامه‌ها برای اونهایی که از دست رفته بودند. و بعد تراژدی‌های بزرگتر، سقوط، شلیک، کشته شدن، مردن، گم شدن. یک سال سنگین در زندگی. ما هنوز هستیم، زنده موندیم، عاشقیم و راضی در سالی بسیار غمگین. من فکر کنم که سال پیش باعث شد که آدم ها وجوه مختلف خونه شون رو بیشتر بشناسن، فعالیت هایی که میتونن توی خونه داشته باشن رو بیشتر بهش اهمیت بدن. دقیقا، برای خود ما این همه تایم توی خونه موندن به خاطر قرنطینه ها چیز جدیدی بود. یه ذره باید توی خونه موندنمون تغییر میدادیم، بیشتر مثلا واسه خودمون تفریح و کتاب و این چیزا میذاشتیم کنار. نوروز هم تنها بودیم پارسال، قرار بود خانواده همون بیان ولی کلا پروازها همه بسته شد، رفتیم توی قرنطینه و نوروز تنهایی بود، اما غمگین نبودیم. کنار هم بودیم، از روش متفاوتی کنار هم بودیم. بچه ها، مشتبه داره از خوندن 100 سال تنهایی خیلی لذت میبره، خیلی زیاد. حالا منتظره دم در آشپزخونه کتابش از دستش نمیفته. یه چیزی که یادمون رفت پارسال تو نوروز به خاطر شوک کرونا این بودش که سبزه نذاشتیم، امسال حتما میذاریم. خب ما یهو یادمون افتاد سر یک شب که سبزه عیدو نذاشتیم، بعد دوچار چیز شدیم، اختلاف نظر شدیم با هم. قرار شد مشتبه این عدس زرد رو بذاره واسه خودش. سبزم زرد چی؟ من هم اینو بذارم. حالا وقتی سبزه موشب زرد شد میفهمه. قرار شد دوتا بذاریم که دوامون نشه. فعلا گذاشیم توی آب بمونه. حالا درسته اختلاف نظر داشتیم، ولی خب دیگه این دوتا کنار هم باید بمونن، میشه همزیستی مسالمت آمیز. دیگه آخر شده و منم خسته، میز خوبی بودا.
زیبا دیدیم که نمیتونیم بگیریم. مهمه که از زیبایی بصریش لذت بود. حالا هوای نوروز، ولی هر جایی که باشی، توی ایران باشی یا نباشی، به هر حال همیشه باهات هست. یه تکاپویی داره. دقیقاً. یه حول و ولایی به جون آدم میفته که یه کاری باید بکنی، یه تغییری باید انجام بدی. اولش من فکر کنم مثلا استرابه، چون پارسال که اینجا تو خیابون که اثری از عید نمیدیدی، ولی میدیدم که یه چیزی هستش که دل آدم داره فکر کنی جا افتاده. آره. آره دقیقا همون تکاپویی هست که میگی. آره برای ما هم همیشه ماه اسفند پیک کاریمونه، خب باید همیشه پروژه آخر سالمونو برای نوروز آماده کنیم و بعد فروردین دیگه برای ما ماهیه که باید کاربرمون رو پشتیبانی کنیم و حمایت کنیم. برای همین فروردین برای من خیلی رنگ آروم و پر از حمایتی داره، به خاطر اینکه دیگه برای ما این شکلی میشه اللحاظ کاری. یه سریاش تو بگو، یه سریاش من. من اولیش پشتکار. صلح. غذای ایرانی. رفاه. رفاقت. طبیعت. و امنیت. اینا انتخابای ما هستن. عیدتون مبارک باشه. امسال امیدوارم همه بیشتر بخندید. آره امیدوارم که امسال سال شادتری باشه برای هممون. حجت توکلی، تلویزیون صدای آمریکا.